در مورد ادیکشن، در مورد اعتیاد، در مورد هر مشکلی، در مورد هک کردن خودت، در مورد هر چیزی. خیلی فکر کردم در مورد این. اگر عرض زندگی را بر روی خطی ترسیم کنیم و طول آن را عمر بنامیم و سپس نقاط شروع و پایان آن را به هم وصل کنیم، تبدیل به دایره ای می شود که نقاط تولد و مرگ در آن ناپدید و گم می شود. در این وضع می توان از این زاویه آن را زیر نظر داشت که با این دید جدید که به آن نگاه کنیم، می بینی که می توان بی نهایت نقطه تولد و مرگ را در آن خلق. می توان آینده هر نقطه ای را از گذشتهش مشاهده کرد و حتی آن را تغییر. حال تصور کن که این دایره را به چرخش درآوریم. با سرعتی بیشتر و بدون محدودیت و در حرکت پیش برویم و بعد زمان را در این چرخش برخلاف عقربه های ساعت بسنجیم. دقیقاً به همان جایگاهی خواهیم رسید که در جهت موافق حرکت کردیم، چون بر جهت مخالف حرکت کرده بودیم. بنابراین اسناد تکرار را مشاهده می کنیم که تنها راه فرار از آن شکستن این دایره است. من می دونم تنها راه فرار از این لعنتی اینه که دایرهش رو بشکنیم. دایره شبانه روز دایره است، شب و روز دایره است، روز و شب دایره است، همون مفهوم حرکته. تو باید این رو بشکنی، تو باید حرکت رو بشکنی، تو باید حرکت رو. من میدونم که جوری بشکنم، متوجهم شدم، ولی نمیخوام، چون که به اینجا میرسیم که آخرین نوشته ما خواهد بود که امروز بخوام بگرم این و احساس میکنم هیچ وقت بخشیده نمیشم. میگم من وقت فیلمه رو نگاه میکردم و دارم خودم رو میبینم، ولی خودم رو دارم میبینم که خودی دارم میبینم که انقدر تازه با جرأت نبوده که بخواد مثلا خودش باشه. من که مثلا واقعا میخواستم تصمیم بگیرم، شاید مثلا انتخاب میکردم، شاید من انتخاب میکردم دکتر شم، شاید من انتخاب میکردم دوست شم. ولی در حال حاضر در زندگی زیبایی رو در چشمانم شکستم. تلخ بود و آن را لعنت کردم. زیبایی رو در چشمانم شکستم. زندگی من امروز رو چون این دیگه تمام حال منه. اگه بپرسی حالت چطوره، میگم حالا کل حالم همیشه همینه. زیبایی رو در چشمانم شکستم. تلخ بود و آن را لعنت کردم. اخلاق ضعف مغز است، خیلی حساس است. هم خود و هم زندگیم را گم کردم. سپیده دم دردناک است. هر ماه وحشتناک و هر خورشید دم. من معتقدم که در جهنم هستم و بنابراین همان جا. عجب زندگی. زندگی واقعا جای دیگری است. من در جهان نیستم. در خواب و خیال به سر میبرم. من برده قسل تعمیدم و همه چیز و همه کس بابسته.
حتی به نوشتن، تنها چیزی که شاید این روزها برای هم اهمیت داشته باشه. عمل زندگی نیست، فقط راه حل میانبر انرژی کاذب است. عمل زندگی نیست، فقط راه حل میانبر انرژی کاذب است و دوباره یافت خواهد شد. چی؟ عشق؟ این دریاست که با خورشید رفته. فقط عشق الهی که لید آرامش رو برای مقام می آورد. ولی حیف که عشق هرگز مورد قضاوت قرار نگرفت. چه کسی آنجا بود تا آن را قضاوت کند؟ منتقدان؟ برای من جالب بود آشده که به ذهنم مدرد داره من اصلا یکی این که تو چند تا شعر اونجایی که دیدم که معتبری داری تو جهنم بودی یک من میسوزم از درون و میخندم از بیرون. اگه اشتباه بود به هم بگو اگه اشتباه بود میسوزم از درون و میخندم از بیرون. بعد بیت بعدی نه یعنی نیمه سرای بعدی نه بعدیش میگی که من توی شب ها هم تاریک تر از شب های داده هست. من یه علمان رو میخوام اینجا اشاره کنم. جهنم برای چه جور جاییه؟ زیباست. فکر و خیال هم پس؟ زیباست. میدونید؟ اشتباهی دارم. اشتباهی دارم. اگه برگردم عقب همه اون کارهایی که کردم نمی کنم، همه اون کارهایی که نکردم رو می کنم. چیکار می کنی؟ آخه یه سری از حرفاتون به نظر من ریشه اشتباه حرفاتون. حرف من؟ چرا اسمتش؟ این که تو میگی که شما میگی که جهنم برای